سلام خدمت بینندگان و شنوندگان رادیو زمانه. امروز ما میزگردی خواهیم داشت درباره بازنمایی جنگ اسرائیل و غزه در رسانه‌های فارسی زبان. جنگ اخیر اسرائیل و غزه در ماه‌های گذشته که پی حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل اتفاق افتاد و عملاً به نوعی نسل کشی به دست اسرائیل در غزه انجامید، به تنش‌های زیادی هم در میدان بازنمایی رسانه‌ای دامن زده. رسانه‌های فارسی زبان داخل و خارج ایران مواضع بسیار متعارضی رو اتخاذ کردند و این تعارض خب پرسش‌های بسیاری رو در رابطه با مفاهیمی مثل بی‌طرفی یا عینیت رسانه‌ای پیش کشید. علاوه بر این، یک بعد دیگه پیچیدگی این مسئله این هست که بازنمایی‌های رسانه‌ای جنگ برای مخاطبان فارسی زبان با موضوعات دیگری به ویژه جمهوری اسلامی و ایدئولوژی جمهوری اسلامی و مخالفت با جمهوری اسلامی گره خورده. در میزگرد امروز قصد داریم به این گره خوردگی بپردازیم. از مهمانانمون میپرسیم رسانه‌های مختلف، رسانه‌های فارسی زبان مشخصاً، جنگ رو چگونه بازنمایی کردند و این بازنمایی چه نقشی در باستولید قسمی فضای قطبی شده داشته. همچنین میکوشیم به راه‌های ممکنه واگشایی و فرارفتن از این گره خوردگی فکر کنیم. مهمانان امروز برنامه: نگین شیراغایی، بنیانگذار مؤسسه غیرانتفاعی آزادی نتورک که و ایشون از سال 2001 سابقه روزنامه نگاری دارن، هرچند امروز دیگه به فعالیت روزنامه نگاری مشغول نیستن. سبا معمار، پژوهشگر فمینیست، دانشجوی علوم سیاسی و روزنامه نگار. فاطمه شمس، نویسنده و استاد دانشگاه پنسیلوانیا. و نینا وباب، دانشجوی دکترای مطالعات فرهنگی که او هم از سال 1385 سابقه فعالیت روزنامه نگاری داشت. خب نگین، اگر موافقی سوال اول رو با تو شروع کنیم. برآورد کلی تو از بازتاب جنگ اسرائیل و غزه در رسانه‌های فارسی زبان چی هست؟ این میدان چه ویژگی‌هایی داره؟ چه نیروهایی درش هستند و چه جهت‌گیری‌ها و مناسباتی به این صحنه بازنمایی شکل داده؟ باید بگم حالا چون سابقه روزنامه نگاری دارم، فکر می‌کنم من خیلی آزادانه تر میتونم نقد کنم به عنوان یک روزنامه نگار سابق فضای رسانه‌ای ایران رو و فارسی زبان رو به ویژه در خارج از ایران. به نظر من رسانه‌های جریان اصلی که به طور مشخص اصول روزنامه نگاری رو انداختن توی سطح آشغال و درش هم بستن و اصلا دیگه یادشون رفته که یک اصولی وجود داشته. ما وقتی روزنامه نگار شدیم به یه مبناهایی برای روزنامه نگاری اعتقاد داشتیم. مثلا حقوق بشر خط قرمز بود، مهم نبود که از کجا داریم حرف می‌زنیم. مثلا سر مسئله‌ای مثل حتی کمپین نه به اعدام، در رسانه‌ای مثل بی بی سی شما باید دو طرف ماجرا رو تعریف کنید، چون یک بخشی از جامعه ایرانی مثلا طرفدار اعدامه. اما به این معنی نیست که شما حقوق انسانی افراد رو زیر پا میگذارید و میارید اون رو نقض میکنید. یه اتفاقی که در این مسیر گزارش جنگ اسرائیل و غزه افتاد این بود که بر اساس هیچ اصولی، هیچ خط مشی کلی وجود نداشت، چارچوب اخلاقی و ارزشی که بشه براش کار کرد. حالا من اخلاق و ارزش رو با هم میخوام به کار ببرم، برای اینکه معانیش در فارسی با اون چیزی که ما ولیو توی انگلیسی میگیم شاید قاطی شده و آدم ها موزگیری های عجیبی راجبش میکنن. نمیشه جامعه‌ای بدون ارزش باشه. این ارزش و اخلاق باید به عنوان مبناهای یک جامعه وجود داشته باشه و روزنامه نگار قرار بوده که در خط مقدم اون، برای در حداقل در فضای دموکراتیک رکن چهارم دموکراسی باشه، در خط مقدم این ارزش ها بجنگه و اون ارزش های جامعه رو حفظ بکنه. اتفاقی که افتاده اینه که اصلا روزنامه نگاری ما نمیدونه این ارزش و اخلاق یعنی چه که بخواد ازش دفاع بکنه. بر اساس احساسات فقط تصمیم میگیره و واکنش به اتفاقات و خبر نشون میده و نتیجهش هم میشه همین شلم شوربایی که میبینیم، که از یک طرف خبرنگار به خودش اجازه میده که لحنی استفاده کنه برای یک گروه خاص که کاملا لحن سرزنش کننده و چیز هست و تلاش کنن که بگن ما داریم هر دو طرف ماجرا رو توضیح
پوشش میدیم. این از هم خیلی نکته دردناکیه به عنوان یه روزنامه نگار سابق دیدنش که تو خاک تحریریه رو در داخل ایران خوردم، ولی حداقل میتونم بگم که در فضای خارج از ایران بود که با یه سری اطلاعات و دانش علمی دوره روزنامه نگاری آشنا شدم، اما اون حفظ ارزش ها رو در داخل ایران من یاد گرفتم و برام خیلی عجیبه که الان فضا به این ماجرایی که میبینیم تبدیل شده. من اینو میخوام از سه تا زاویه، سه تا لایش رو ببینم. یه بخش همونطور که گفتم خود روزنامه نگارانن که متاسفانه به نظر من روزنامه نگاری در ایران مرده. نگاه بکنید به رسانه‌های جریان اصلی این ور، به تلویزیون‌ها و کلاً بیشترشون هم روی فضای تلویزیونی دیگه الان متمرکز هستن یا فضای مجازی. اینها از کجا اومدن؟ یک ناگهان چندین رسانه جدید باز شد و یک خیلی عظیمی از آدم‌هایی که حتی تجربه یک روز آموزش روزنامه نگاری یا کار در محیط روزنامه نگاری را نداشتن وارد فضای رسانه‌ای شدن، جلوی دوربین نشستن، پشت میکروفون نشستن و شروع کردن نظر دادن و کار روزنامه. و خیلی هم سریع فضای مجازی و تلویزیون این آفت رو داره که شما رو خود بزرگ بین میکنه، این حس رو به شما میده که حرفی که میزنید درسته و شما اهمیت دارید، در نتیجه یادگیری رو از آدم ها پس میگیره. این یک اتفاق اساسیه که در مورد خودم به عنوان کسی که 10 سال تو فضای روزنامه‌نگاری خارج از ایران کار کردم میدونم که منو فرسوده کرد. و زمانی که میومدم بیرون داشتم به این فکر میکردم که من دیگه یاد نمیگیرم در این فضا، چون فرصت یادگیری وجود نداره. حالا به این دلایل وجود نداشتن فرصت یادگیری هم برمیگردیم. یک بخش دیگه اینه که این روزنامه‌نگار کجا آموزش دیده؟ در فضای آموزش و پرورش جمهوری اسلامی. در نتیجه تفکر نقادانه رو بلد نیست. وقتی وارد فضای روزنامه‌نگاری میشه قرار نیست اون آدم عامی معمولی باشه. روزنامه‌نگار قرار بود که میگم ارزش‌های دموکراتیک رو حفظ بکنه و این آدم اصلا با اون ارزش‌ها آشنایی نداره و کسی هم بهش یاد نداده که بتونه با تفکر نقادانه اینها رو ببینه، راجبشون پرسش کنه و جستجوگری بکنه. این گم شدن جستجوگری در مسائل، چون هیچ چیزی خط قرمزها زندگی دنیا همه چی تغییر داره میکنه و شما باید این تفکر داشته باشی که بتونی هر لحظه جستجو کنی، پرسشگری کنی که ببینی چطور باید این رو برای جامعه بزرگتر بیان بکنی. این کاملا از بین رفته. یک بخش دیگه‌ای که وجود داره میخوام دوباره بهش برگردم، اون تیکه اسیر فضای مجازی شدنه. یعنی روزنامه‌نگار امروز ما خبرش رو در مورد ایران و اینم هوشمندانه جمهوری اسلامی پیش انداخته، داره از توییتر میگیره، از ایکس میگیره، از اینستاگرام میگیره و دعواهای اونجا و آفتهایی که تو اون محیط ها خودشون وجود دارن تبدیل میشن به آینه جامعه برای روزنامه‌نگار ما، که روزنامه‌نگار دیگه جامعه رو بزرگتر از این نمیتونه ببینه. این یه دردسر بسیار بزرگ دیگه است که متاسفانه در این سال‌ها هیچ کسی براش راه حلی پیدا نکرده یا حتی بهش فکر نکردن مدیران رسانه‌ای. و بعد میخوام وارد مدیران رسانه‌ای بشم. متاسفانه مدیران رسانه‌ای اینور، حداقل فضاهایی که من میشناسم، هیچ کدومشون خودشون روزنامه‌نگاران بلد و درستی نبودن. که شما ترکیبی از روزنامه‌نگاری و مدیریت میخواید برای اینکه یک رسانه خوب پیش بره و وقتی مدیرتون در حقیقت داره فقط به سازمان فکر میکنه و اینکه چطور اون سازمان پیش بره، اتفاقی که میفته اینه که کسانی هم که علاقه مندن به روزنامه‌نگاری واقعی، علاقه مندن به یادگیری، دلشون میخواد که در این مسیر جستجوگری و پرسشگری بکنن، هیچ وقت فضا و امکان یادگیری مداوم رو ندارن. توی محیط‌های روزنامه‌نگاری اینور ایران متأسفانه باندبازی خیلی زیاده. باز تولید فضای پدرسالاریه که ما همون برداشتیم و این برداره خودش رو باز تولید می‌کنه. هیچ راهی هم برای خیلی از اون روزنامه‌نگاران وجود نداره که از این فضا بیان بیرون. کارشون، زندگیشون، حیاتشون به این وابسته هست. در یک سیلوهایی دارن زندگی میکنن که بین فضای خونه و فضای کارشون داره خلاصه میشه. در نتیجه در جامعه میزبانی هم که زندگی میکنن اونقدری با ایده های مختلف، با نگاه های مختلف آشنا نیستن، چون فرصت حتی معاشرت با فضای غیر ایرانی رو هم ندارن. درچه در یه جامعه بسته زندگی میکنن، اون وقت در داخل ایران ممکن خیلی اتفاقات دیگه هم پیش بیاد، فضا هم تغییر بکنه، اینا اصلا ازش دورن. این یک آفت دیگه میشه و مدیران رسانه‌ای اون وقت
هیچ تلاشی هم نمی کنن، نه برای آموزش درست این نیروها، نه برای اینکه سعی کنن اون فضایی که در نیوز روم ها و اتاق خبرها اتفاق می افته رو بشکنن، حرفه‌ای کنن و فضا رو به سمتی ببرن که فضای یادگیری باشه. برای اونها پر کردن ساعت ها مهمه، چون اون بر سرمایه گذاراشون ازشون میخوان که این کار رو بکنن. این ترکیب این لایه های مختلف متاسفانه ما رو به اینجایی رسونده که درست همه دنیا داره با روزنامه نگاری می جنگه یا به خاطر فضای مجازی اتفاقاتی داره علیه روزنامه های جریان اصلی می افته، پاپولیزم رشدش رو این بیریم، اما در مورد فضای ایرانی تبدیل به یک هیولایی میشه که در مورد جنگ غزه کاورج و پوشش خبری رسانه های فارسی رو با هیچ رسانه انگلیسی زبانی تقریبا قابل مقایسه نیست. فاکس نیوزی که انقدر تنده یه وقتی به نظرم از روزنامه ها و رسانه های این بر آب تندتر و راستر چپتر به نظر ببخشید میرسه، در حقیقت فاکس نیوز چپتر از اونها به نظر میرسه. این یک نگاه کلیه که گفتم خیلی صادقانه میخوام از دید یک روزنامه نگار که خودش رو و فضایی که درش بوده رو میبینه و نقد میکنه بگم. یه اتفاق دیگه افتاده اینه که نتانیاهو تبدیل شده به اسرائیل. یعنی حتی این نقد این که یک حکومت یک کشور یک تصمیم میگیره و یک روش رو اجرا میکنه، این نقد رو هم ما نمیبینیم و خیلی راحت به کسانی بیشتر فرصت میدیم و این میگم از دل احساسی بودن روزنامه نگارای ما میاد که همه چیز بر اساس احساسات که در اون لحظه دارن حس میکنن تعریف میشه و حتی جمله هایی که از ذهنشون جلوی دوربین در میاد. این تبدیل به یک موجی میشه که به ایرادات دیگری که در جامعه ایرانی وجود داره دامن میزنه و حتی اتفاقی که میفته اون وقت وقتی یک زندانی که به خاطر زندانی یا تلاش کرده میره تو زندان و داره راجع به فلسطین حرف میزنه، اون رو هم اون وقت سرکوب میکنه. مرسی نگین. سبا، نگین اشاره کرد به سه تا مسئله و این سه تا مسئله رو باز کرد به عنوان عواملی که این نوع و شیوه بازنمایی رسانه‌ای از جنگ غزه رو در واقع شکل میده، رسانه‌های فارسی زبان. خواستم نظر تو رو بدونم، برآورد تو در واقع از این تأثیری که نوع و شیوه کار رسانه‌های بزرگ مخصوصاً و نوع ساختارشون، سازماندهیشون در این بازنمایی داشته چی هست؟ من بحثم رو از یکم عقبتر میخوام شروع کنم، چون فکر میکنم همون قدری که جنگ الان اسرائیل و غزه رو نمیشه از هفته اکتبر تا الان دید و تحلیل کرد، این بازنمایی رسانه‌ای رو هم نمیشه محدود کرد به این مدت که خب بحرانی فضای جنگه و دو قطبی بودن فضا، طرفداری ها هم تاثیرگذارترن هم دردناکترن. اما قبل از اون میخوام برگردم به مسئله استعمار و اینو در دو وجه فقط بهش اشاره کنم. یکیش توی وجه این طرفداری ریشه‌دار رسانه‌های بزرگ، رسانه‌هایی که امکانات خیلی زیادی دارن، چون من رسانه‌ها رو هم نمیتونم اینجا با هم یکی کنم، نه رسانه‌های داخل خارج رو میتونم یکی کنم، نه خود طیف رسانه‌هایی که خارج از کشور وجود دارن. بعضی‌هاشون امکانات خیلی زیادی دارن، تلویزیون دارن، کارمنده خیلی زیاد دارن، واقعا به موضوعات خیلی زیادی میتونن بپردازن و تاثیر خیلی زیادی هم میتونن بذارن. بعضی‌هاشون رسانه‌های کوچیک‌تری هستند که در سطح شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنن که باز اونا بعضی‌هاشون مستقلن، بعضی‌هاشون بودجه‌هایی دارن که بهشون کمک‌هایی می‌کنه ولی براشون محدودیت‌هایی هم ممکنه درست بکنه. من فعلا فقط می‌خوام رو رسانه‌های بزرگی بمونم که می‌تونم واقعاً به عملکرد تاکنونیشون نقد زیادی وارد بکنم، از این جهت که خب من خیلی وقت نیست که از ایران خارج شدم و به عنوان کسی که توی ایران زندگی کرده هرگز نتونستم با یک شهروند فلسطینی ارتباطی داشته باشم و بفهمم که اصلا شیوه زندگی روزمره اون آدم ها چطوریه. این غریبگی که به وجود اومده از یه طرف
گردن جمهوری اسلامیه که فلسطین رو به یک چیز انتزاعی تبدیل کرده، آرمان فلسطین، دفاع از فلسطین همونقدر انتزاعی و غیر قابل فهمه که اسرائیل غیر قابل فهمه. ما هیچ کدوم اینها رو نمیشناسیم. همه آدمهایی که ساکن یک منطقه ای هستن برای ما غریبن و هیچ همدلی در نتیجه نمیشه شکل بگیره. این کاریه که من فکر میکنم رسانه‌های خارج از کشور میتونستن مخصوصا تو فضایی که تنشی نداشت طی سالها انجام بدن. این غیبت رو میتونستن جبران بکنن، یکم پس بگیرن مسئله فلسطین رو از جمهوری اسلامی و به یک مسئله واقعا تبدیلش بکنن، تاریخش رو بازگشایی بکنن، واقعا کنجکاوی بکنن و کنجکاوی برانگیزن که اونجا داره چه اتفاقی میفته، نقش جمهوری اسلامی واقعا اونجا یا تو خیلی کشورهای دیگه چیه. و یه وجه دیگه ای از استعمارم که میخوام یکم بازش بکنم خود شیوه خبررسانی خارج از کشوره که فکر میکنم خیلی کپی برداری شده از کشورهایی که حالا مثلا اگر دفتر یک خبرگزاری توی انگلیس واقع شده عین همون کشور با همه چیز میخواد برخورد بکنه، میخواد که کارشناسش با تصویر و صدای خودش بیاد توی تلویزیون، میخواد که برنامهش با اسم و نمیدونم عنوان پژوهشگر یا کارشناس یا دانشجو و اینطور چیزا باشه و اصلا اینو در نظر نمیگیره که یک عالمه فعال کارشناس و پژوهشگر داخل ایران هستن که به خاطر موارد امنیتی فرصت این رو ندارن که صحبت بکنن و شاید صحبتشون رو بخوان به شکل ناشناس به رسانه ها برسونن یا به طور گسترده پخش بکنن، اما کاملا انکار میشه. یعنی هیچ وقت هیچ راه حلی دیده نشده برای اینکه این مسئله امنیتی و سرکوب شدن گفته های فعالایی که داخل کشور هستن یا حتی خارج از کشور هستن ولی امتیاز امنیت اقامتی مثلا ندارن، یعنی نگران اینن که خب اگر امروز بیام صحبت بکنم 5 سال دیگه چه بلایی سر من میاد، اگر مجبور بشم برگردم ایران چی. اینا مسائلیه که واقعا خیلی از فعالا باهاش درگیرن و از طرف رسانه‌های جریان اصلی کاملا انکار شده. کلی از بیانیه هایی که از داخل زندان اومده هرگز توی این تلویزیون ها خونده نشده یا بخش هایی از اونها سلکت شده و خونده شده، از جمله مثلا بیانیه که علیه اعدام برای همه، یعنی واقعا نه برای کسایی که جرم مواد مخدر داشتن، نه برای کسایی که قتل کردن، نه برای کسایی که زندانی سیاسی هستن. این حرف اینا توی خیلی از رسانه ها طوری بازنمایی شده که انگار بازم مجددا فقط برای زندانی های سیاسی این بیانیه ها مطرح شده. یعنی رسانه‌ای که قدرت رو دست خودش گرفته این صلاحیت رو برای خودش قائله که بعضی از حرف ها رو بازنمایی بکنه، بعضی از حرف ها رو بازنمایی نکنه. یه مسئله دیگه توی مسئله بازنمایی که درباره جنگ وجود داره شبیه شدن بعضی از این رسانه های مخصوصا بزرگ به رسانه های خیلی تندرو در داخل ایرانه. زمانی که ایران به اسرائیل حمله کرد بعضی از رسانه ها داشتن فیلم هایی رو پخش می کردن از آدم ها که به سمت پناهگاه دارن میرن و این رو با یک جور پیروزمندی فرار مثلا آدم های ترسو معرفی می کردن، یا از یک سمت دیگه میگفتن که بیماری های روانی در اسرائیل چند برابر شده و اینو به شکل یه جور پیروزی داشتن معرفی میکردن. از اون طرف تو رسانه های خارج از کشور میبینیم که یه ادبیات پودرسازی داره شکل میگیره، یه عالمه بچه کشته شدن و این یه جور پیروزی علیه ارتجاع مثلا معرفی میشه. اینا فکر میکنم از یک طرف چیزاییه که میشه بهش فکر کرد برای اینکه ببینیم به کیا قدرت داده شده و چه کسی به اینا قدرت داده شده. من قدرت رو داده، من برمیگردم به بحث نگین و خیلی باش موافقم جایی که میگه بعضی از خبرنگارها توی فضای مجازی برای خودشون تأثیری پیدا میکنن که به خاطر کار رسانه‌ایشون بوده و این تاثیرگذاری رو با مسئولیت خیلی زیادی ازش استفاده نمی کنن. اما یک کمی هم ازش فاصله می گیرم
و یه چیزی به این مسئله درگیر احساسات بودن اضافه میکنم. من فکر نمیکنم فقط مسئله اینجا احساسات باشه، فکر میکنم پای منافع به شدت در میونه و منافع مادی ممکنه این باشه یا قدرت، به خاطر اینکه توی رسانه‌های کوچیک‌تر اینو میبینیم، رسانه‌هایی که بودجه دارن عمدتاً امتناع میکنن از موضع‌گیری صریح درباره مسئله جنگ، و رسانه‌های مستقلی هم که بودجه ندارن و در نتیجه محدودیتی هم ندارن، از طرف شرکت، از طرف پلتفرما، مثلا از طرف متا با محدودیت مواجه میشن، صفحه‌هاشون ریپورت میشه دائما و ساپورتی هم ندارن، حمایتی ندارن، کانکشنایی که رسانه‌های بزرگتر دارن رو ندارن که این ریپورت‌ها رو برطرف بکنن، و در مجموع خیلی کار آسونی نیستش الان موضع‌گیری علیه نسل کشی. فکر می‌کنم علاوه بر احساسات، منافع چیزیه که خوبه در نظر بگیریم وقتی از خبرنگارا صحبت می‌کنیم. و یک مسئله دیگه هم توی که نگین مطرح کرد و من باش خیلی موافقم مجدداً، سر همین دعوت کردن از آدما یا میدون دادن به کسایی که اون روحیه کنجکاوی که باید داشته باشن و ندارن، باز مسئله همینه. مسئله اینه که وقتی ما به شدت شبیه رسانه‌های بزرگ می‌خوایم فقط افرادی که چهره دارن مطرح بکنیم، با یک دایره محدودی از آدم‌های مواجه میشیم که حاضرن بیان صحبت بکنن، و این حاضر بودن همونطوری که گفتم هم به امنیت برمیگرده، به امنیت منظورم از نظر اقامتی، از نظر مسائل دیگه‌ای که حالا توی خارج از کشورم به هر حال اینطوری نیستش که تا کسی وارد خارج از کشور شده باشه دیگه هیچ درگیری دیگه‌ای نداشته باشه. بنابراین کسایی هم که سالها فعال بودن، تونستن به تحصیلات دسترسی پیدا کنن، عنوانی داشته باشن و در نتیجه بیان و صحبت بکنن، از اون طرف کسایی غایب شدن و این دایره محدود امتیاز داره که مدام صداش داره بلندتر و بلندتر شنیده میشه. ممنون سبا. فاطمه، یکم اگر بخوایم از بحث حالا خود رسانه ها مشخصا و مخصوصا رسانه های فارسی زبان خارج از کشور فاصله بگیریم، به نظر تو این وسط جمهوری اسلامی و ایدئولوژیش چه نقشی در یک جور این فضای قطبی شده‌ای که در سطح بازنمایی وجود داره و این بازنمایی های امروزی از جنگ غزه، این چه نقشی داشته این ایدئولوژی و در واقع این حالا نحوهی که جمهوری اسلامی فلسطین رو بازنمایی کرده برای مخاطب فارسی زبان؟ خب من فکر میکنم که یه نکته رو اول اشاره کنم، سبا بهش اشاره کرد و اون این بود که جمهوری اسلامی تا حد زیادی فلسطین و اسرائیل رو به امر انتزاعی بدل کرده. من با این حرف تا حدی موافقم، ولی یه مخالفت هایی هم باهاش دارم، چون معتقدم که اتفاقا برای جمهوری اسلامی برخلاف اون چیزی که میخواد که مخاطب برداشت بکنه که براش یک آرمان هست، من اتفاقا فهم میکنم که برای جمهوری اسلامی فلسطین بیش از هر چیزی یک ابزاره تا یک آرمان، و سعی میکنم این نکته رو در دو سطح توضیح بدم. چرا جمهوری اسلامی، چرا فلسطین برای جمهوری اسلامی یک ابزاره و چطور از این ابزار برای پیشبرد اهداف ایدئولوژیک خودش در منطقه و در جهان استفاده میکنه؟ ابزار به این معنا که ابزاری برای پیشبرد اهداف ایدئولوژیکش، به طور خاص برای پیشبرد پروژه اسلام سیاسی در منطقه، و همینطور ابزاری برای گفتمان غرب ستیزی که حالا با عنوان استکبار ستیزی هم ازش یاد شده در دوره های مختلف، حالا به طور خاص در دوره بعد از انقلاب 57. مسئله پیشبرد اهداف، پیشبرد پروژه اسلام سیاسی محدود به انقلاب اسلامی و 14 دهه اخیر نمیشه اتفاقا، یعنی ریشه تاریخی داره، ریشه تاریخیش هم برمیگرده به سالهای بعد از 1320 و موضع‌گیری های علما به طور خاص. باز دقیق تر بخوام اشاره بکنم، آیت الله کاشانی و بروجردی جز اولین علمایی بودن که به تشکیل دولت اسرائیل واکنش نشون دادند و
فتوا ندادن به اون شکلی که خمینی بعد از سال 1347 فتوا داد، ولی هر کدومشون بیانیه های اعتراضی رو صادر کردن و بعد به طور خاص یک شخص و یک جریان تأثیر بسیار زیادی گذاشتن بر اینکه فلسطین تبدیل بشه به ابزاری برای پیشبرد پروژه اسلام سیاسی در خاورمیانه. یکی شخص خمینی بود که بعد از سال 1347 فتوا صادر کرد و برای اولین بار فلسطین رو به یک مسئله اسلامی مذهبی تبدیل کرد و در واقع این اجازه رو، این مجوز رو صادر کرد که برای کمک به فلسطین و تضعیف دولت اسرائیل از اموال بیت المال هم استفاده بشه، حالا به طور خاص از خمس و زکاتی که کسانی که پرداخت میکردن، مسلمانانی که پرداخت میکردن، از اون پول استفاده بشه برای کمک به فلسطینیان. نکته دوم، گروه جریان دیگری که تأثیر بسیار مهمی در اسلامی سازی مسئله فلسطین در ایران داشت فدائیان اسلام بودن و به طور خاص شخص نواب صفوی به عنوان یکی از سرکردگان اسلحه‌بران اصلی این جریان، که جمله مشهوری هم داره نواب صفوی که میگه باید فلسطین رو باید اسلامی کرد و به این معنا که باید از غرب اون رو پس گرفت. پس این اتفاقی که بعد از پیروزی انقلاب 57 افتاد به این معنا که فلسطین به عنوان یکی از پایه‌های اصلی، ستون‌های اصلی ایدئولوژی اسلام سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل شد، این یک شبه اتفاق نیفتاد. این یک در واقع یک پروسه تاریخی بود که در طول چند دهه رخ داد و بعد از انقلاب حالا به طور خاص تقویت شد و در رسانه‌های راست افراطی جمهوری اسلامی هم اگر که شما نگاه بکنید در 14 اخیر از کیهان گرفته تا جمهوری اسلامی تا تسنیم تا سابری نیوز، همه اینها همین در یک این وجه مشترکن و اون اینکه مسئله فلسطین رو فرو می‌کاهند به یک مسئله دینی مذهبی. حالا میتونیم به این نکته هم بعداً شاید در راند بعدی اشاره بکنیم که مضرات و خطرهای این قطبی سازی یا به طور خاص اسلامی سازی مسئله فلسطین چی بوده، ولی من به نکته دوم هم اشاره میکنم، اگر فرصت بود سعی میکنم به این نکته برگردم. شکل دیگری از ابزاری کردن مسئله فلسطین که حالا البته مختص هم به جمهوری اسلامی نبوده، این جریان چپ هم درش اتفاقا خیلی تأثیر داشته و مشارکت داشت به طور خاص قبل از انقلاب و حتی بعد از انقلاب، و اون این استفاده از قضیه فلسطین یا به عنوان یک ابزار برای غرب ستیزی که به همون بحث استعمار ستیزی یا نقد غرب هم مربوط میشه، ولی خب برای جمهوری اسلامی به طور خاص که با عنوان غرب ستیزی رو با عنوان استکبار ستیزی ازش شخص خمینی در واقع مفهوم سازی کرد و تئوریزش کرد، این بود که غرب رو با مفهوم قرآنی استکبار یکی گرفتند و استکبار هم فقط به مسئله استعمار و سلطه مربوط نمی شد، گرچه که حالا از اون واژگان هم استفاده شده خیلی زیاد در گفتمان جمهوری اسلامی که از غرب، که در واقع از چپ این واژگان رو گرفتن، ولی در خود مفهوم استکبار ستیزی اون چیزی که مهمه که باز دوباره به نظرم مربوط میشه به همون نکته اول اینه که بحث نفی سبیل مطرح میشه در این گفتمان استکبار ستیزی در چارچوب مفاهیم اسلامی، که به معنای این هستش که دولت مسلمان، دولت اسلامی که حالا ایران خودش رو بعد از انقلاب به طور خاص پیشگام ام القرای اسلام میدونست، اومد فلسطین رو جزی از دارالاسلام معنا کرد و اینکه در مقابل این دارالاسلام یک دارالکفری وجود داره که اون دولت اسرائیل و دولت‌هایی که پشتیبان دولت اسرائیل هستن جز اون دارالکفر محسوب میشن و وظیفه اسلامی و دینی و مذهبی ماست که این بخش از دارالاسلام رو از دارالکفر پس بگیریم. پس اینجا هم باز
استفاده از آرمان فلسطین برای یک ابزار در جهت بیرون راندن یا تضعیف حضور غرب در یا نیروهای غرب به طور خاص آمریکا در منطقه بود. نتیجه این دو عملکرد در این دو سطح به نظر من همین دو قطبی سازی بسیار افراطی بوده که الان شاهدش هستیم، به این معنی که خب پروژه اسلام سیاسی فکر میکنم خیلی روشن باشه، نیاز به توضیحش نباشه و توضیح هم لازم نداشته باشه که در ایران شکست خورده پروژه اسلام سیاسی به طور خاص به نظر من بعد از خیزش زن زندگی آزادی این مسئله کاملا مشهوده و شکست خوردن پروژه اسلام سیاسی در داخل ایران به این معنی است که اون جایی که ارکان اعتقادی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی با اون باورهای سکولار جامعه در تنش و در تناقض و تضاد قرار می گیرند، این باعث ایجاد نوعی دو قطبی سازی میشه، به این معنا که عامه مردم یا کسانی که حالا با سیاست ها و ایدولوژی جمهوری اسلامی مخالفن فلسطین رو جزئی از اون ایدولوژی محسوب میکنن به همون دلایلی که توضیح دادم و این ناشی و در واقع این منجر میشه به شکلی از عدم همدلی و بیتفاوتی و حتی نفرت از مسئله فلسطین و از فلسطینیان و اینجا من با حرف سبا موافقم که این در واقع در نهایت منجر میشه به این کمبود یا غیاب همدلی یا حرفی که نگین در ابتدا زدین که مسئله فلسطین به عنوان یک مسئله حقوق بشر دیگه برای اکثریت ایرانیان مطرح نیست بلکه به عنوان یک مانعی برای رسیدن به ایران سکولار و دموکراتیک مطرح میشه. حالا من فکر می‌کنم این یه نکته‌ایه که شاید بعداً بتونیم در قسمت بعدی برنامه بیشتر بهش بپردازیم، چون فکر می‌کنم این گفتمان راست اسلامی جمهوری اسلامی با اون گفتمان راست افراطی که ما در غرب داریم که کمک تسلیحاتی بی حد و حصر میکنه به اسرائیل تحت هر شرایطی و به هر قیمتی، اینها با هم دیگه در یک گفتگوی بسیار نزدیک و مستقیم هم هستن. خیلی ممنون فاطمه از توضیحاتت. نینا، تا الان ما دو تا شاید مسیر قطبی سازی رو طی کردیم تو این گفتگو و دیدیم یکی مسیری که از طرف رسانه ها میاد و یک مسیری که از طرف جمهوری اسلامی و ایدئولوژیش و جایگاهی که حالا فلسطین و معنایی که ایدئولوژی جمهوری اسلامی و اسلام سیاسی به فلسطین میده، این دوتا مسیر رو تا الان اومدیم. یکم اگر موافقی بیایم روی خود مسئله قطبی سازی و اینکه حالا به نظر تو این قطبی سازی حول مسئله فلسطین از چه منطقی خوراک میگیره و در واقع به چه جور تعارضاتی دامن میزنه و چه چیزهایی رو در واقع مقفول میذاره و چه چیزهایی رو مرئی میکنه. مرسی عباس. بچه ها خیلی خوب توضیح دادن این مسئله بازنمایی که تو رسانه ها هست و با مصداق‌های خیلی خوبی، ولی چیزی که من میخوام اینجا در مورد صحبت کنم مسئله بازنمایی به شکل خیلی کلیتر و فارغ از رسانه است. یعنی پیش از اینکه حتی تلویزیون و رسانه های جمعی ایجاد بشن ما مسئله بازنمایی رو داشتیم و این مسئله نیستش که به امروز و دیروز و صد سال پیش برگرده، به خود ساختار زبان برمیگرده و خیلی روش صحبت میکنن و اونم اینه که وجود زبان یا در واقع بازنمایی برای اینکه بیا یه چیزی رو انعکاس بدی لزوماً به این معنا نیستش که داره تمام اون پیچیدگی های یک مسئله رو مطرح میکنه. زبان با یک ساحت دو قطبی و با یک گونه طرد کردن به این معنا که یعنی طرد کردن به این معنا که از تفاوت‌ها سعی می‌کنه که کلمات رو معنا بده و معنا رو شکل بده. یه مثال بخوام بزنم، مثل اینکه ما روز رو وقتی تعریف می‌کنیم که شب رو داشته باشیم، یعنی در واقع ما با نفی شب به روز می‌رسیم. این مثال خیلی ساده اش نشون میده که چقدر
تمام تفکری که ما در تمام این سالها داشتیم و تمام مسائل حول یک دو قطبی شکل گرفته که قرار تفاوتها رو در قالب طرد کردنها نشون بده. مسئله فلسطین از این جهت خیلی مهم میشه، برای اینکه حالا جدا از همه اقتصاد سیاسی و مسائل بین غرب و اسلام و همه اینها، اینه که به نظرم کاملا یک جای سمبولیک و یک نقطه‌ایه که تمام این مسائل و پرسش‌های شاید اساسی انسان بهش میرسه. مسئله هویت، مسئله خود، مسئله دیگری، مسئله مقاومت، مسئله سرزمین و همه اینها در تمام این سالها برای خیلی ها یک معنایی داشته که یک تردی رو در خودش نهاده، یعنی با همین مرزهایی که وجود داره و با همه اینها. و بعد ما میایم به فلسطین که میرسیم، در یک حالا همه اتفاقات تاریخی که افتاده، ما در یک موقعیتی قرار داریم که دو تا قوم یا حالا هر دو تا مذهب یا هر چیزی که این روایت مسلط داره میگه، میخوان برخوردشون یک تریتوری، یک سرزمینی تعیین کنن. خب ما بعد اینجا برگردیم ببینیم که توی این بازنماییه هویت ما چطوری شکل گرفته. هویت مسلمان یا هویت یهودی، هویت شرقی یا هویت غربی، هویت عرب یا غیر عرب، همه اینها، این هویت هایی که مدام هم در تمام این سالها با بازنمایی های مشددی که تو رسانه ها شده که این دو قطبیه رو پررنگ تر کنه، یعنی حالا این شرق و غرب، مظلوم ظالم، خود دیگری و همه اینها، مدام هی داره مشدد تر میشه و میبینیم که الان توی وضعیتی هستیم که شاید در عمیق‌ترین دو قطبی خودش قرار داره، جایی که حتی نسل کشی برای خیلی ها دیگه اون معنای نسل کشی یا همون چیزی که نگین اول گفت، اون معنای حقوق بشری خودش رو از دست داده. چرا؟ برای اینکه در تعریف من از خودم، به شکل نوعی دارم میگم، من یک تعاریفی برای خودم دارم در نظر میگیرم که اون دیگری رو یک شر مطلق یا یک موجودی میبینی که ازش انسان زدایی شده، که حقوقی براش قائل نیست، برای اینکه در طول این تاریخ مدام این مشدد شده، این فاصله گیری ها و این هویت های صلبی که شکل گرفته در دو طرف. و به همین خاطر میبینیم که الان دو قطبی خیلی پررنگتر شده از این لحاظ توی جهان. از طرف دیگه اقتصاد سیاسی و مسئله جمهوری اسلامی یا خیلی از کشورهای بزرگ دیگه که فاطمه اشاره کرد خیلی نقش داره باز اینجا. ما نمیتونیم برای این بازنمایی و این زبان و این روایتی که شکل گرفته نقش جمهوری اسلامی یا نهادهایی که بهش وابستن و از اون طرف نقش راست افراطی رو نادیده بگیریم و بعد مسائل رو در یک فضای انتزاعی بیایم بررسی کنیم. از این لحاظ به نظرم رسانه ها مسئله‌ای که در بازنماییشون داشتن خیلی برمیگشت به همین که حالا ما طرف این ور باشیم یا طرف اون ور باشیم، بعد به چه نوعی سعی می‌کردن طرف این ور باشن. مثلا مثالی که بخوام بزنم، رسانه هایی که حالا راست افراطی ان یا نزدیک به اونا ان یا به غرب تمام نزدیکی دارن، یک جور تقابل اسلام با غیر اسلام، جهان وحشی با جهان متمدن، عرب با غیر عرب، نظام مرد سالار با نمیدونم نظامی که زن توش حقش رعایت میشه و همه اینها، یعنی در واقع یک جور تمدن در مقابل غیر تمدن میان نگاه میکنن و خب اون وقت میگن که ما برای اینکه به تمدن برسیم باید همه چی رو از بین ببریم، باید اون چیزی که مقابل تمدن وایستاده رو از بین ببریم. از اون طرف جریانی که حالا میتونیم بگیم مثل جمهوری اسلامی یا یه سری از گروه ها و طرفدارهای که
که نزدیکن به جریان چپ هم این دو قطبی رو مشدد میکنن، به این معنا که میان روی اون روی مسئله فلسطین باز به عنوان یک هویت صلب دست میذارن. به چه معنا؟ به این معنا که المانهایی رو توش نشون میدن که این اتفاقا برای جریان راست این تقابل رو پررنگتر میکنه و توی رسانه که مسائل و توی نظام بازنمایی که در واقع همیشه پیچیدگی ها مقفول میمونه، این اجازه داده میشه به جریان راست که اتفاقا میاد از همونها استفاده کنه. ما یه مثال ساده بخوایم بزنیم، میتونه نماز خوندن طرفداران فلسطین در دانشگاه کلمبیا باشه. خب بازنمایی این چجوری میخواد بشه؟ اول خود این یک بازنمایی در جهان واقع و بعد بازنمایی این در جهان رسانه با همه پیچیدگی هایی که یک رسانه میتونه داشته باشه مسئله رو خیلی پیچیده تر میکنه. کاری که اون عمل میاد انجام میده اینه که اتفاقا تاکید میکنه روی هویت صلب کسانی که در غزه هستن و اون هویت صلب رو اسلام و با اکت نماز نشون میده. خب در مقابلش راست هم میاد میگه اوکی اینا یک سری اسلامگرای سیاسی هستن که میخوان دنیا رو به خطر بندازن، تروریستن و همه اینها. بنابراین چیزی که میتونه این دو قطبی رو از بین ببره و راه حل مسئله باشه، میتونه، نمیتونیم بگیم حتما، اینه که ما مسائل رو به قول دریدا ساخت گشایی یا دیکانستراکت کنیم. ما ببینیم که هویت چه معنایی داره، ما چطوری خودمون رو تعریف میکنیم و هویت یک چیز صلب نیست، ذاتی نیست، یک چیز به شدت ناپایداره. سرزمین دوباره چه معنایی داره و همه این تاریخ و روایت‌هایی که شکل گرفته چه معنایی به مسئله سرزمین داده. معاد شناسی یا در واقع موعود دو تا مسئله اصلی که اونجا وجود داره چیان، یعنی اسلام دنبال چی میگرده، اونایی که نمایندگی میکنن اونجا را، و یا در واقع اونور من در این راسته این دو قطبی دارم میگم اسلام، وگرنه که قطعا مسئله لزوما فقط اسلام نیست. اینها رو باید نگاه کنیم، بررسی کنیم و اون یوتوپیایی که هر کدوم از دو طرف میخوان بسازن که عمیقا بر یک هویت صلب استوار شده، حالا یک هویت مسلمان ساکن بیت المقدس یا یک هویت یهود ساکن اونجا، و این مسئله نمیشه نادیده گرفت این مسئله رو به این معنا، و راه حلش اینه که رسانه ها تلاش کنن بیشتر روی این هویت سیال مانور بدن اگر میخوان در دام اون نظام بازنمایی که خب میگم در زبان ماها هم نهفته هست نیفتن، مسائل رو بیشتر بازگشایی کنن، واگشایی کنن، تاریخ رو از جنبه‌های مختلف بیان بررسی کنن، و همه اینها تا حدودی کمک میکنه که دو قطبی کم رنگ تر بشه. طرف هر کدوم از این وقایع از این دو طرف قرار گرفتن، قطعا مسئله نسل کشی و همه مسائلی که وجود داره هولناکه و باید مدام گوش زد بشه، ولی شاید در جاهایی از این روایت هایی که میشه یا مسائلی که وجود داره رسانه ها میتونن به مسائلی که هر دو طرف در طول تاریخ باش مواجه شدن بپردازن، میتونن روایت های دقیق تری از مسئله بدن، لایه های پیچیده رو نشون بدن، تا این هویت صلبی که شکل گرفته در طول تاریخ بتونه سیال تر بشه و شاید اونجوری راهی گشوده بشه برای حل مسئله یا حتی نظام بازنمایی این مسئله. مرسی. ممنون نینا جان. قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم، نگین، سبا در یه بخشی از صحبتش یه اشاره کرد به بحث تو و گمونم بر اون بخش بحث تو که به یه جور غلبه احساسات در نتیجه یه جور حالا این سیطره فضای مجازی و مدل یکم سوشال مدیاییزه شدن روزنامه نگاری به روزنامه نگار تحمیل میکنه و خب سبا فاکتور منافع مادی و قدرت رو اضافه کرد.
خواستم ببینم نظر تو چیه، کامنتی روی این داری؟ میوتی نگینجا. آره، با بحث منابع مادی موافقم و حتی میخوام یه قدم جلوتر برم. من به عنوان کسی که علاقمندم به اینکه پترن ببینم و میشینم مانیتور میکنم به جای اینکه درگیر بشم، پترن ورود مال، یعنی منافع مالی زیاد در دو سال گذشته از طرف یک گروه های خاص و کشورهایی مثل اسرائیل و عربستان و همینطور خود جمهوری اسلامی رو به طور مشخص دیدم. یعنی فکر می‌کنم فضای مجازی الان، اصلا این بحث رو با خیلی داشتم، توییتر دیگه اصلا فضای ما نیست که بخوایم بریم حتی توش بجنگیم، به خاطر اینکه انقدر پول رفته توش که نمیشه کنترلش کرد. ماها عددهای کوچیک، آدم های کوچیک هستیم و نمیتونیم تغییرش بدیم. اما یه بخش دیگه حرفات سبا برام چیز بود، اون تیکهی که داشتی میگفتی مثلا چرا کارشناس بدون نام نمیاد، من به طور مشخص میدونم که مثلا بی بی سی فارسی این کارو میکرد. برنامه نوبت شما اصلا درست مردم عادی قرار بود بیان، ولی خیلی وقتا بچه ها کارشناس های داخل ایران. اما یه لایه خیلی عمیق‌تر داشت، میخوام واشکافیش کنم برای اینکه به نگاه ما به رسانه برمیگرده و احساس میکنم هنوز جامعه ایرانی رسانه رو، این فضا رو در مورد بی بی سی فارسی داشتون اوایل، من و تو ایران اینترنشنال که اضافه شدن، کمی شکست، ولی انگاری دوباره داره برمیگرده به اون سمت که رسانه رو یک قدرت لا متناهی میبینه که اون بالا نشسته و همه جامعه رو میبینه و میتونه راجبش نظر بده و میتونه بهترین تصمیمیه مدیران رسانه اونجا نشستن که میتونن بهترین تصمیم بگیرن. این همون نگاه پدر سالاران است. بنظرم نگاه از بالا به پایینه که ما تو جامعه داشتیم از کف دنبال یک رهبر، یک نجاتگری میگشتیم که بیاد اینو نجات بده. اصلا اینطور نیست. جمهوری اسلامی هوشمندانه نمیذاره روزنامه نگار رو بره ایران. در نتیجه روزنامه نگاری که خارج از ایران هست بسیار دسترسی محدودی به جامعه. تو حتی من زمانی که تو ایران هم کار روزنامه نگاری میکردم مجبور بودم یک روز مثلا سه روز در هفته میگفتم من از زمان خودم وقت میذارم برم با سه تا آدمی که نمیشناسم حرف بزنم که بفهمم جامعه چی فکر میکنه. درک کردن، پیدا کردن مهمانان با نظرات مختلف، میخوام بگم کار پیچیده ایه و جمهوری اسلامی هم آسونش نکرده. یه زمانی حتی الانش هم خیلی از کارشناسای ما حتی بدون نام هم حاضر نیستن به رسانه جریان اصلی کلن پاسخ بدن یا باید بهش تحلیل بدن. دلیلش رو هم احساس میکنم از طرف ایراد از ماست، برای اینکه منم خط قرمز دارم یه جاهایی یه رسانه‌ای سر یه موضوعاتی نمیرم. اما مثلا من راجع به حماس سالها تحقیق کردم، راجع به فساد و رابطه حماس با سپاه و خیلی هم بلند پادکست ساختم راجبش حرف زدم و هنوز هم معتقدم حماس تروریستیه و نباید هیچ حمایتی ازش بشه. اما این به این معنی نیست که من میخوام راجب جنگ غزه برم در یه رسانه‌ای که یک سره داره بر تبل جنگ و سرکوب مردم غزه میکوبه و برم راجب حماس حرف بزنم. اما میتونم برم راجب با اون رسانه راجب حوزه زنان حرف بزنم، اون جایی که میخوام. میخوام بگم یه جایی از خود دل جامعه داره میاد، هم از اون نگاهی که فکر میکنه رسانه میتونه چیزش کنه، بهش بگه چی درسته چی غلطه، که هیچ رسانه این حقا نداره. ما به عنوان مخاطب باید تصمیم بگیریم بین حرفای مختلفی که میشنویم چی بهتره. و از یه بخش دیگهش هم باز دوباره برمیگره به همون روزنامه نگار، اون مدیر مجموعه و اینکه مثلا کل مجموعه بی بی سی فارسی رو بی بی سی فارسی مثال میزنم، من که عدداش دستمه، 110 نفر آدم میگردوندن، 110 نفر، یک 80 میلیون نفر انتظار داشتن ازشون که بدونه تو دلشون چه خبره، تو فکرشون چی میگذره. اینا رو وقتی ببینیم اون وقت شاید راه حل های بهتری هم برای این مسیر به خصوص الان که انقدر فضا تندتر شده بشه پیدا کرد. سبا جان تو اگه نکته ای داری؟ آره، مرسی نگین جان، تو باعث شدی که این بحث یکم واضح تر مطرح بشه. چون نه، من نگاه هم به دعوت کردن اتفاقا خیلی نبود توی وقتی که این حرف رو زدم. خیلی متنا هست که نوشته میشه و گروه هایی هستن که به طور مستقل صدای خودشون رو ناشناس،
میرسونن به هر شکلی که میتونن. من داشتم اصلا به یه مدل دیگه ای از کار رسانه‌ای فکر میکردم که اتفاقا خیلی هم متکی بر مهمون الزاماً دعوت کردن نباشه، و از این جهت داشتم میگفتم که یکم شاید این مدل تلاش برای عین رسانه‌های دیگه خارج از، یعنی رسانه‌های خارجی بودن، شاید تو بستر ایران کار نمی‌کنه به خاطر همین پیچیدگی‌هایی که داره، و شاید میشد به شیوه های دیگه ای از بازنمایی صداهایی فکر کرد که نمیتونن یا نمیخوان، امتناع میکنن از اینکه خودشون بیان و مستقیم صحبت بکنن. خوندن بیانیه هایی که از زندان میاد حالا دیگه ساده ترین کاریه که یه تلویزیون میتونه بکنه، به خاطر اینکه باز درسته که متون منتشر میشن، ولی دسترسی به تلویزیون به هر حال برای خیلی ها راحت تره، کار با فیلتر شکن سخته، کار با موبایل و اینترنت و تلگرام برای خیلی ها سخته، و اینا کارهاییه که من یه موقع میشینم فکر میکنم که خیلی شاید پیچیده نیست، خود منم خیلی توش عمیق نشدم، ولی مطمئنم که میشه راه حلایی پیدا کرد که انقدرم وابسته به این الگو نموند. و در مورد این رویکرد پدر سالارانه به کار رسانه‌ای خیلی باهات موافقم، و منم به این فکر میکنم که چجوری میشه کار خبرنگاری فمینیستی کرد، به این معنا که یکم گزارش‌های مستقیم‌تر، یکم میدون دادن به آدم ها، نه به عنوان شهروند خبرنگار، نه به عنوان نظر مخاطب، بلکه به عنوان کسی که واقعا با عواطف و احساسات خودش اونجا حضور داره و میتونه زندگی رو به طور جدی ترسیم بکنه. مثلا ما هر چقدر که درباره فلسطین بنویسیم، یک آدمی که فلسطینیه و اونجا زندگی میکنه است که میتونه از دست رفتن زندگی روزمرش به طور ملموسی صحبت بکنه. شاید بشه به این شیوه ها فکر کرد توی کار خبری که یکم فاصله گرفت از این چیزی که الان در همه جهان اتفاقا داره اتفاق میفته، و یکم اصلا این مسیر رو به خاطر هم محدودیت هایی که ما داریم به عنوان خبرنگار ایرانی و هم محدودیت هایی که در سراسر جهان وجود داره برای همه خبرنگارا، منافع همه است که اینجا درگیره، فقط خبرنگارای ایرانی نیستن که به خاطر منافع مادی یا قدرت یا مقام بالاتری توی سلسله مراتب کاریشون ممکنه طرفداری خاصی بکنن یا ادبیات خاصی رو به کار بگیرن، این مسئله جهانیه، ولی خب ما هم بستر ویژه‌ای داریم. عباس جان میون چیست؟ کوزه‌گر از کوزه شکسته آب می‌خوره شد. قبل از اینکه یه ذره بریم سمت بحث‌های ایجابی تر و اینها، از فاطمه دوست داشتم بپرسم، با وجود اینکه آمریکا هم هست فکر می‌کنم، که نظر فاطمه در بازنمایی این اعتراضات ضد جنگ در رسانه‌های فارسی زبان مشخصاً چیه، و این بازنمایی‌ها حالا چه به اصطلاح شیطنت هایی درش بوده، چه استراتژی هایی درش بوده، و کلا نظرت رو بگو که حول این با نینا بتونی یه بحثی در بگیری. دو نکته به نظرم توی این بحث شاید مهمه که بهش اشاره بشه، برجسته بشه. یکی همین مسئله که بهش اشاره شد، یعنی یک نوع رفتار واکنشی یا حالا ریاکشنری به سیاست های جمهوری اسلامی، به این معنا که اصولا هر چیزی که در راستای همون بحث دو قطبی سازی که صحبتش هم کردیم، هم من هم نینا هم سبا و فهم کنم نگین هم بهش اشاره کرد، این بحث که هر چیزی که جزء اون دو قطبی، یعنی در قطب مخالف با ما قرار بگیره، شما باش تحت هر شرایطی باید مخالفت بکنی، اصلا هیچ امکانی نداری که این رو پیچیده تر بهش نگاه بکنی یا دو قطبی ها رو، دوگانه سازی ها رو بخوای زیر سوال ببری. این یک چیزیه که اتفاقا در اعتراضات دانشجویی در دانشگاه‌های آمریکا هم اتفاق افتاده و داره همچنان میفته، در رسانه‌های آمریکا هم همینطور، و در شبکه‌های حالا حمایتی و مالی و در واقع رسانه‌ای صهیونیست‌ها هم به همین شکل. یعنی بدون اینکه توجهی به پیشینه افراد بکنن، به سابقه فکری یا فعالیت‌های سیاسی،
بدون اینکه اصلا هیچ علاقه ای داشته باشن به اینکه این آدم از کجا میاد، حالا در این نقطه خاص مثلا داره از فلسطین حمایت میکنه از یا داره سیاست های دولت اسرائیل رو نقد میکنه و شاید انگ مثلا یهود ستیزی زدن به این آدم لزوما بهترین راه حل نباشه، ولی خب اتفاقیه که یعنی همونطور که جمهوری اسلامی در ایران به هر کسی که به سیاست های خودش نقدی وارد بکنه بهش انگ ضد انقلاب و ضد رژیم و در واقع تهدید امنیت ملی میزنه، یه برخورد مشابهی هم الان داره با منتقدان دولت اسرائیل در آمریکا و در آلمان و در جاهای دیگه اتفاق میفته. یعنی شما همین که دولت اسرائیل رو نقد میکنی اصلا بای دیفالت اصلا تبدیل میشی به یک یهود ستیز و خب این به همون مسئله بازنمایی و دو قطبی سازی به نظرم برمیگرده. این یه نکته بود که میخواستم بهش اشاره کنم. یه نکته دیگه ای که در رسانه‌های فارسی زبانم اینو شما شاهدش هستید، یعنی همون مسئله که نگین بهش اشاره کرد در ابتدا، بحث اخلاق رسانه‌ای یا بحث اصلا برخورد حرفه‌ای با رسانه و فاصله گرفتن از عواطف، به نظرم چیز دیگه‌ای که این نکته‌ای که میشه بهش اشاره کرد اینه که اصولاً هیچ علاقه‌ای به پیچیده‌سازی یا واکاوی مسائل اصولاً وجود نداره. یعنی همین که شما بخوای پروژه جمهوری اسلامی رو به هر قیمتی باش مخالفت بکنی و بزنی و در راستای سقوطش قدم برداری، هر مؤلفه‌ای که به اون نظام سیاسی به شکلی ارتباط پیدا میکنه رو هم باید باش مخالفت بکنی و در راستای از بین بردن و به قول حالا رسانه‌هایی که از واژه واقعا چندشاور پودرسازی هم زیاد استفاده میکنن، در راستای پودرسازیشون عمل بکنی. این یه نکته. نکته دیگه ای که خیلی خلاصه بهش اشاره میکنم اینه که بخشی از این سیاست‌ها در واکنش به سیاست‌های دو قطبی جمهوری اسلامی هستن که خودشون هم دو قطبی هستن و بخش دیگه ای در راستای سیاست‌های دولت‌های مدافع اسرائیل. یعنی شما مثلا به رسانه‌های مثل صدای آمریکا مثلا نگاه کنید، موضع‌گیریشون یا نحوه فارسی زبان منظورم هست، موضع‌گیریشون یا پوشش رسانه‌ایشون، پوشش اخبارشون در زمینه اخبار جنگ اسرائیل در غزه کاملا با سیاست‌های کاخ سفید همخوانی داره. یعنی شما شاید حالا بشه گفت مثلا بی بی سی فارسی یه جاهایی حداقل تلاش میکنه برای اینکه یک رگه هایی از استقلال رسانه‌ای یا روزنامه‌نگاری رو از خودش نشون بده، گرچه که من فکر میکنم باز اون دیسکورس کلی، گفتمان کلی در راستای سیاست‌های انگلیس هست، ولی تا حد زیادی شما میبینید که اینها تکرار کننده همون سیاست‌های کلانی هستند که دولت‌هاشون دارن در قبال اسرائیل و فلسطین اعمال میکنن. من فکر میکنم اینم یه مسئله بسیار مهمیه که باید آسیب شناسی بشه، چون و به همون مسئله مالی هم برمیگرده. دو سه بار هم سبا هم نینا اشاره کردن به این ماجرا، به بحث پول و اینکه پول این رسانه ها از کجا میاد و چطور قراره که به حیاتشون اصلا اصولا ادامه بدن. و من فکر می‌کنم که این خط قرمزهایی که در نوع خبررسانی و پوشش خبری در این جور مواقع، مثلا در لحظه نسل کشی اتفاق می‌افته، اون وقت می‌تونه تأثیرات جبران ناپذیری بگذاره واقعا، هم بر خود اون رسانه و هم بر عواقبی که اون نوع پوشش خبری ممکنه بر افکار عمومی داشته باشه. ممنون نینا. اگر نکته‌ای داری حالا در مورد بحث فاطمه اشاره کن، مخصوصا حالا از این زاویه که یعنی کم کم وارد موضوع بعدی بشیم یا یکم بحث ایجابی تر. خب تو آخر صحبت قبلی خودت هم بود که اشاراتی داشتی به اینکه چجوری میشه این فضا رو شکست. آیا به نظرت در این وضعیت که خیلی خوب پیچیده است، از ابعاد مختلفی پیچیده است و خیلی مسائل مختلفی انگار در هم تنیدن، چشم‌اندازهای مختلفی در هم تنیدن، کانتکست ها و بسترهای مختلفی انگار درگیرند، و در واقع الان این سوال با نینا شروع میکنیم ولی سوال من تقریبا از همه است و هر کسی از حالا به نوبت بعد از نینا از چشم‌انداز خودتون و از زاویه خودتون
به این سوال میتونید پاسخ بدید که آیا اصلا تو این شرایط چجوری، اولا که چجوری میشه با این قطبی شدگی و این، یا به تعبیری که با این بازنمایی های قطبی شده چجور میشه مواجهه انتقادی داشت، و آیا اصلا در شرایطی که این همه فاکتورهای پیچیده در هم تنیدن، کانتکست های مختلف، زمینه های مختلف، تاریخ های مختلفی درگیر هست، آیا تو این بستر میشه به چیزی به اسم همدلی، به اسم همبستگی فکر کرد یا نمیشه، و اگر میشه چطور، و جای رسانه این وسط کجاست، کار رسانه این وسط چی؟ مرسی عباس. من فقط در ادامه حرفای فاطمه بگم که دقیقا همین مسئله اعتراض ها به اسرائیل و نقدی که به جنگ هست و اعتراض های ضد جنگ، متاسفانه چون خودش تا اکتش یا پرفورمنسش داره تا حدودی توی این بازنمایی دو قطبی میفته که یکیش طرد دیگری و یکیش هم ساده سازی و تقلیل گراییه، در واقع فضا رو میبازه به مناسبت های قدرت و مسئله‌ای که داره در اعتراض ها که سوالت بود و پرسیدی، به نظر من همینه. اعتراض ها باید ایجابی تر باشه و تلاش بشه تو اعتراض ها که اتفاقا تاکید بشه بر مفهوم خود و دیگری، بر مفهوم هویت توی این مسئله، فلسطینی بودن به چه معناست، یهودی بودن یا اسرائیلی بودن به چه معناست، و همه اینها، این در واقع دیکانستراکت کردن این هویت هایی که سالها با روایت های تاریخی که عموماً هم همه ما میدونیم در ساختار زبان شکل گرفته و قدرت ها اونها رو ساختن، در وقتی که اینها رو بیای باز کنیم بیشتر و مسئله رو عمیق‌تر و لایه های بیشتری از اون رو نشون بدیم، اون موقع فکر میکنم میشه امیدوار بود. یعنی در راستای اون حرفی که آخر بحث پیشینم هم گفتم، برای مثال مسئله مقاومت، باید نگاه کردش که طرف، باز دارم من اون مینستریم ها رو میگم، طرف اسرائیلی به مقاومت چجوری نگاه میکنه و طرف فلسطینی به مقاومت چجوری نگاه میکنه، یعنی در چه چارچوبی داره شکل میگیره، و بعد مقاومت چه نسبتی با زندگی داره و چه نسبتی با مرگ سیاست داره. یعنی همه اینها اگر بررسی بشه در جای خودش و توسط روشنفکرهای اون منطقه که با کانتکست آشنایی بیشتری دارن و حتی روشنفکران جهانی، باز میگم میشه امیدوار بود به حل مسئله، وگرنه فکر میکنم همونطوری که دهه هاست مسئله اسرائیل و فلسطین ادامه داره و هر بار هم مشددتر میشه مسئله و دو قطبیش بیشتر و پولرایزتر میشه، فکر میکنم اگر همین روند ادامه پیدا کنه که هر دو طرف هر کدوم سعی کنه فقط روی حقایق طرف خودش حرف بزنه و طرف دیگر رو نادیده بگیره، طرف دیگه به معنای نتانیاهو نیست، به معنای به هر حال یهودیایی هستن که دارن اونجا زندگی میکنن و تبار تاریخی ستم، یعنی در تاریخشون ستم هم وجود داره، همونطوری که در تاریخ فلسطینیایی که اونجا هستن همین ستم و ظلم دیده میشه و همچنان ادامه داره به خاطر وجود اسرائیل. دیدن اینها و یک جور ساخت هویتی که مشتمل کنه همه رو، آدم‌های بیشتری، جمعیت بیشتری رو این هویت بتونه درون خودش جا بده به جای اینکه طرد کنه و دیگری بسازه، من خودم فکر میکنم حل مسئله توی اینه و آره باید بیشتر روی این تاکید کرد. نگین جان، تو چه فکر میکنی در این زمینه، مخصوصا حالا از زاویه تجربه‌ای که داری به عنوان روزنامه‌نگار و کار رسانه‌ای، و حالا از زاویه دیگه‌ای که خودت فکر میکنی میتونی اضافه کنی به این قضیه؟ ما این بحث رو خیلی، یعنی حتی در زمان خیزش ژینا و بعد از اون، خیلی مسئله
مطرح شد، چون باز دوباره همون سلایه است، یعنی یکی روزنامه نگار است که باید بتونه ترین بشه، آموزش داده بشه، مداوم بهش یاد داده بشه که جستجوگر باشه، چیزهای مختلف بخونه. متاسفانه خیلی از روزنامه نگارای ما حتی به غیر از زبان فارسی به زبان دیگه حرف نمیزنن، حتی اگر خارج از ایران زندگی میکنن، و این خب خیلی مسئله خطرناکیه. از اون ور خب مدیران رسانه‌ای بعد نسل جدیدی بیان جوان‌ترها جاشون رو بگیرن، به خصوص مدیران میانی. این مسئله سرمایه‌گذار رو چطور میشه حل کرد؟ یعنی من همچنان این یکی از دغدغه‌های شخصیمه، برای اینکه دیدم تلاش‌هایی که در این مدت برای راه‌اندازی رسانه‌ها شده، ولی ما جامعه‌ای هستیم که نمیتونیم با هم تصمیم بگیریم که میشه کار مشترک انجام داد، و این خیلی ریشه‌ای‌تر از اینه که ما الان بخوایم واردش بشیم. اما یک بخش، یکی از آسیب‌هاش اینه که مثلا اگر یه پادکستی وجود داشته باشه که همه اینها رو پوشش میده، رادیویی وجود داشته باشه، رسانه‌ای کم هزینه تر رو میگم، و قرار باشه که شما ماهی $3 بدین، حتی در فقط ایرانی خارج از ایران، که این تنوع شنیده بشه، این اتفاق نخواهد افتاد. سرمایه گذار فردی بیاد با یه مشکل دیگه مواجهید، برای اینکه نظرات اون کسانی که قشر پولدارهای ایرانی در جاهای مختلف دنیا هستن، خیلی نگاهشون رو میخوان وارد رسانه بکنن. این یکی از معضلاتی بود که این مدت مانع تولید رسانه‌های مستقل جدید شد. من فکر میکنم که یک راه دیگه رفتن به داخل کامیونیتی هاست، ساختن کامیونیتی، چون متاسفانه ما این، حالا اگه واژه بهتری به جای کامیونیتی دارین هم به هم پیشنهاد بدین، ما این کامیونیتی ها رو از دست دادیم و در این حال صدا دادن به اونهاست. یعنی تلاش کنیم خودمون رسانه همدیگه بشیم، و شاید این تنها راهی که من الان برای برون رفت از این ماجرا میبینم. راه کوتاه مدت واقعا نمیشناسم. سبا تو هم اونقدر که میدونم نوشتی درباره همبستگی بارها، به ویژه بعد از همین قیام زن زندگی آزادی، تو چی فکر میکنی در این باره؟ من یکم حرفایی که قبلا نوشتم و یکم کوتاه تکرار سعی میکنم بکنم که حرفای جدیدترم بعدش بزنم. یه مسئله همین واقعا بازشناختن موقعیت خود به مثابه ایرانی خارج از کشور و پذیرفتن خارج از کشور بودن، چون دیگه امکان کار میدانی در ایران وجود نداره. دسترسی به اخبار ایران دسترسی آسانه، یعنی خبرها رو از منابع مختلف، حالا منابع مستقل، غیر مستقل، نمیدونم خبرگزاری رسمی یا آدمایی که لطف میکنن و خبری رو میفرستن، جمع‌آوری میشه و پخش میشه. این میشه خبرگزاری آسان. اما کاری که ایرانی های خارج از کشور، و حالا من اینو محدودش میکنم الان روی روزنامه نگاره خارج از کشور، میتونن بکنن، کاراییه که توی ایران بهش دسترسی نداشتن یا خبرنگاره داخل ایران بهش دسترسی ندارن. از جمله یکم شفاف کردن موقعیت مبارزات دیگه. مثلا فرانسه توی کدوم کشور، منی که در فرانسه زندگی میکنم باید اینو بدونم که دولت فرانسه در کدوم کشورها همچنان قدرت استعماری خودش رو به شیوه مستقیم یا غیر مستقیم حفظ کرده، از نظر تجارت سلاح کجا ایستاده، حالا نه فقط به خاطر اینکه توی این کشور هستم، ولی در مجموع اصلا اروپا کجا ایستاده. اینا یکم دیگه کارهایی که من فکر میکنم واقعا روزنامه نگار خارج از کشور طی این سالها کار خیلی سختی نبوده براشون که انجام بدنی، وظیفه خبررسانی خودشون بوده، اما یکم با محدود کردن خودشون به داده های دست دومی که از داخل ایران میرسه هیچ نتونستن اصلا گشایشی به وجود بیارن، و اون سدی که جمهوری اسلامی با سانسور، با بستن مرزش، با اجازه ندادن رفت و آمد خبرنگارا ایجاد کرده رو تلاشی نکردن که بشکنن. اینا برمیگرده البته به اینکه چقدر این امکانات وجود داره، این رسانه ها چقدر قدرت مادی دارن، چقدر خواستش رو دارن، ولی به هر حال فکر میکنم طی این همه سال فعالیت ما باید میتونستیم یک کمی نمودار بهتر از اینی رو ببینیم و بازنشر خبرهایی که قبلا منتشر شده رو من خیلی نمیتونم کار رسانه یا کار خبری ببینم. این گزارش‌های مستقیم‌تر و پیوند دادن، یعنی نشر روایت‌های مستقیم‌تر، نشر
مبارزات کشورهای دیگه و آدمهای دیگه و یکم شناسوندن فعالا و مبارزات داخل کشورهای دیگه میتونه این پیچیدگی ها رو برجسته بکنه. یعنی من اول بحثم وقتی که گفتم فلسطین و اسرائیل هر دو کشور انتزاعیان، فکر نمی کنم که فقط هم اینا کشور انتزاعی باشن، سنگال هم کشور انتزاعیه. ما هیچ ایده ای نداریم که مردم توی سنگال دقیقا چه جوری زندگی میکنن، چه مشکلاتی دارن، جمهوری اسلامی اونجا داره چی کار میکنه، اصلا اونجا هست نیست، چه نفوذی داره، مردم اونجا راجع به جنبش ما چی فکر میکنن. اینا چیزاییه که میتونه بین مبارزه کشور مختلف همبستگی ایجاد بکنه و همدلی ایجاد بکنه. وقتی که شناخت وجود داره، این حجم از نفرت یک طرفه یا دوست داشتن بی قید و شرط نمیتونه پیش بیاد، چون که شناخت با خودش پیچیدگی ها رو خود به خود میاره و این کاریه که به نظرم رسانه ها میتونن بکنن بنا به امکاناتشون. حالا بیا با مثلا در کیس مبارزات دانشجویی، خیلی خوبه که صدای دانشجوهای مختلفی که دارن مبارزه میکنن توی این مثلا توی کمپای تحصن برای حمایت از مردم غزه شنیده بشه. خود فعالای فلسطین از قیام ژینا حمایت کرده بودن. مثلا این صداییه که میتونه فلسطین رو پس بگیره از جمهوری اسلامی و یکم مبارزات این دوتا کشور رو به هم نزدیک بکنه. و بازم تاکید میکنم فقط مسئله فلسطین نیست، تو خیلی از کشورهای دیگه ما این مسئله رو داریم که به خاطر بسته بودن کشورمون، بسته بودن مرزها، دشواری سفر، گرون بودن سفر، دشواری ویزا گرفتن، مسائل امنیتی و خیلی چیزهای دیگه، هیچ وقت نتونستیم درست شناخت از نزدیک و واقعی داشته باشیم. برای همین هم همدلی پیدا کردن خیلی سخته و خیلی مشروطه. یه مسئله دیگه تو همدلی این چیزیه که فکر می‌کنم بحران رسانه‌ای فقط ایران نباشه، ولی مشروط کردن همدلی کاریه که به وفور اتفاق میفته. مثلا در کیس آدم های مهاجر، همیشه اون مهاجری که نباید با برخورد نژاد ستیزانه مواجه بشه، مهاجر تحصیل کرده ایه که آدم خوب و نیکیه و همه استانداردهای لازم رو برای برخورداری از یک برخورداری از حقوق بشری خودش داره، ولی به خاطر ستمهای متنوعی از این حقوق محروم شده. این همدلی مشروط یا دادن حقوق بشر به شکل مشروط به آدم ها کاریه که رسانه ها توش طی سالها و رسانه های جهانی منظورمه نقش داشتن. همیشه تصویری از آدم ستم دیده ترسیم میشه که تصویر یک آدم ایدئال بی نقصه که میشه خیلی راحت باهاش همدلی کرد. اما باید بشه برای حقوق بشر آدم هایی که این لیاقت به طور جهانی بهشون داده نمیشه هم مبارزه کرد. چون وقتی از حقوق بشر صحبت میکنیم دیگه اینا حقوق واقعی و شرطی نیستن. حق آزادی بیان یا حق زندگی کردن برای همه است. دیگه فرقی نمیکنه که اون شخص مسلمونه، مجرمه، نمیدونم سفید پوسته، چشماش آبیه، موهاش بلونده، چیزی که درباره اوکراینیا میگفتن یا نه. این مسئله ای که رسانه ها طی سالها درش نقش داشتن، یعنی و فقط هم منظورم رسانه های فارسی زبان نیست، یکم برجسته کردن پیچیدگی ها در مجموع با ترسیم کردن شرایط واقعی و گرفتن روایت های مستقیم، من فکر میکنم میتونه کمک کنه که این پیچیدگی هایی که قابل درکتر و ملموستر باشن و در نتیجه همدلی هم از حالت قید و شرط دار خودش خارج بشه. قبل از اینکه همین سوال از فاطمه بپرسم، یه چون اشاره داشتی به بحث اعتراضات باز ضد جنگ دانشجوها و نینا هم اشاره داشت و خب تو صحبت فاطمه هم بود، خواستم برگردم به نینا و بعد حتی اگه فاطمه هم خواست بوده در این باره صحبت کنه. خب اونجوری که من فهمیدم تو صحبت های سبا یه مقدار محدودیت هایی برش تأکید بود که در داخل وجود داره یا در روزنامه نگاران ایرانی وجود داره یا در آدم هایی که در ایران بودن وجود داره برای مواجهه با یا در واقع محدودیت هایی که بر سر همدلی و همبستگی در جغرافیای ایران در بین روزنامه نگاران ایرانی و اینها وجود داره، تاکید سبا اونجوری که من فهمیدم یک مقداری رو این بود. منتها سوالم اینه که چه محدودیت هایی
در خود این فضاها، در واقع منظور فضاهای مثلا در خود اعتراضات ضد جنگ و در نحوه خب به هر حال بازنمایی که این اعتراضات از حالا نه تنها جنگ بلکه از خاورمیانه ارائه میدن وجود داره که یکم فضا رو، فضای همبستگی، فضای همدلی رو ممکنه دشوار بکنه. از من پرسیدی دیگه، درسته؟ آره من یه لحظه شروع کردم که حالا برم سراغ فاطمه و سر اون سوال. درسته، متوجه. ببین به نظرم یه مسئله که توی باز این اعتراض ها وجود داره، من به دوستانم به شوخی میگم که انگار که یک نگاه اورینتالیستی وجود داره توی خیلی از این دوستان سفید، حالا به شکل خیرخواه، یعنی باز دارن یک ساده سازی، کلیشه سازی و کلی سازی میکنن از اون منطقه، که باز میگم یعنی یک تعریفی از یک هویت، یک دیگری دارن میسازن که حالا این دفعه این دیگری تحت ستم قرار گرفته و اینها باید برن آزادش کنن. به یه معنایی به این شکل من خیلی این رو توی حداقل بازنماییش اینجوری بوده، من میتونم اینطوری بگم، نه اینکه واقعیت چی بوده، بازنمایی این اعتراض ها عموما به این شکل بوده که خب نسبتی با پیچیدگی های اون منطقه نداره، گفتگو توش اصلا مطرح نیست. به نظر میکنم مسائلی که حالا باز در راستای حرف بخش قبلیه، ولی که از مسائلی که میتونه کمک کنه به حل مسئله گفتگوه، یعنی و رسانه خیلی میتونه به این کمک کنه، امکان گفتگوه دو طرف، نه باز حالا اون اکستریم هایی که در دو طرف قرار دارن، بلکه همین آدم های عادی، امکان گفتگو درباره اونها یا همون روایت هایی که سوا راجبش صحبت کرد، اینها همه خیلی میتونه کمک کنه که ما اون حالت انتزایی و اون دیگری که بر ما خیلی دوره رو کمرنگ کنیم و یک اعتراض های شاید ماندگارتری داشته باشیم و به نتیجه برسه. نگاهی که من بهش دارم بیشتر از این سمت، توی اعتراض ها کمی میگم این کلی سازی هست و به خاطر همین تقلیلگرا میشه و میتونه کمک کنه، علی رغم میل همه اون کسایی که توی اون اعتراض ها شرکت دارن، میتونه کمک کنه به قطبی تر کردن مسئله. فاطمه تو در مورد همبستگی تو این کانتکستی که درش حضور داریم چطور فکر میکنی؟ و حالا بعد از صحبت تو برگردیم سبا اگر نکته ای داشت که اضافه کنه. ببین من یه نکته رو بگم اول در ادامه بحث اعتراضات دانشجویی، چون فکر میکنم خیلی بحث مهمیه و واقعیتش اینه که من از آغاز این جنگ تا الان همه مصاحبه ها با رسانه های مختلف رو رد کردم و این اولین جاییه که دارم در مورد این مسئله صحبت میکنم و اونم به دلیل احترامیه که برای کار ارزشمندی که شما در رادیو زمانه دارید انجام میدید قائلم و به خاطر همین فکر کنم مهمه یه سری از این نکات گفته بشه، مخصوصا درباره رابطه دانشگاه و دانشجویان، رابطه دانشگاه به عنوان محل تولید دانش با قدرت سیاسی و نظامی. یعنی چیزی که فکر میکنم باز در رسانه ها کمتر بهش پرداخته شده متاسفانه اینه که اصولا انگیزه این دانشجویان، حالا مسئله فلسطین قطعا بسیار مهمه و در محور مرکز این ماجرا قرار داره، ولی حرفی که این دانشجویان میزنن یا اساتید این هست که اصولا دانشگاه به عنوان محل تولید دانش نباید نقشی در کمک تسلیحاتی و نظامی به یک قدرت به یک قدرت حالا کلونیال میتونیم بگیم در یک منطقه دیگه در جهان داشته باشه و یا در اعمال سلطه و قدرت نقشی داشته باشه. یعنی اصل ماجرا، اصل این اعتراضات دانشجویی در آمریکا از اینجا آغاز شد که دانشجویان میان و یک شهریه بسیار سنگینی رو پرداخت میکنن، علاقه ندارند که شهریه که پرداخت میکنن در راستای کمک تسلیحاتی و نظامی به یک دولت
دیگه داده بشه و من فهم کنم این نکته برجسته نشده به اندازه کافی که دانشجو دارن به چی اعتراض میکنن، این جدا کردن مسئله تولید دانش و اعمال قدرت و سلطه سیاسی و نظامی مسئله ایه که باز به اندازه کافی شاید بهش پرداخته نشده، شاید خوب باشه که در آینده روی این مسئله تاکید بیشتری بشه. نکته دیگه که مطرح شد درباره، حالا من نمیدونم وجه اورینتالیستی این ماجرا دقیقا منظور نینا چی بود، آیا اشاره داشت به، چون قبلا هم اشاره کرد به این که مثلا بخشی از دانشجویان مسلمان میان مثلا در این اعتراضات مثلا نماز میخونن، من با بخشی از این حرف موافقم، یعنی با استفاده ابزاری یا اینسترومنتالایز کردن اسلام به عنوان یک ایدئولوژی سیاسی و مقاومتی اصولا مخالفم، چون فکر میکنم که بخشی از اون در واقع مبارزه‌ای که ما داریم در راستای رسیدن به آزاد به ایران دموکرات سکولار انجام میدیم هم شامل این ماجرا میشه. اما نکته ای که نباید ازش غافل شد بحث پیچیده اسلاموفوبیا یا اسلام هراسی در آمریکاست. من شخصا در مورد این موضوع زیاد خونده بودم، تحقیق کرده بودم و شنیده بودم، ولی واقعیتش اینه که در 7 ماه گذشته بود که تازه فهمیدم اسلاموفوبیا و اسلام هراسی در آمریکا، وقتی از اسلام هراسی حرف میزنیم از چی حرف میزنیم. در خیلی سربسته در اون قسمت اول حرفم اشاره کردم به این نکته که دو قطبی سازی در واقع باعث شده که از طرفی ما یک نگاه غرب ستیزانه داشته باشیم و از طرفی همین نگاه اسلام هراسانه در غرب که کاملا پدیده‌ایه که در دل آمریکا و از در واقع در از پیامدهای اصلی ماجرای 11 سپتامبر بعد از سال 2001 آغاز شد. نمود اصلیش، حالا چون کلمه بازنمایی رو خیلی دارید استفاده میکنیم در این بحث، بازنمایی این ماجرا در مسئله این جنگ اخیر این هست که اصولا توجهی نمیکنن کسانی که به دنبال بلک لیست کردن یا لیست سیاه ساختن و وادار به سکوت کردن یا متهم کردن به یهود ستیزی اساتید و دانشجویان یا جرم انگارانه به نقد سیاست های دولت اسرائیل هستن و رسانه ها دستشونه و پول دارن و قدرت دارن، نگاه نمی کنن به سابقه طرف، نگاه می کنن به اینکه این آدم در کدوم اصطلاحاً پروفایل نژادی قرار می گیره یا می تونن قرارش بدن. زنی که مثلا از خاورمیانه میاد، رنگین پوسته، سیاست های مثلا چپ پروگرسیو داره، برای ایران سکولار می جنگه ولی از فلسطین دفاع می کنه، اینجا اون ریشال پروفایلینگ یا همون پروفایل اجرای دستبندی نژادی کردن که زیر مجموعه اسلام هراسی هست تبدیل شده به یکی از ابزارهای خاموش کردن و تهدید و منزوی کردن اساتید و دانشجویانی که علی رغم نگاه انتقادی که به پروژه اسلام سیاسی دارن به دلیل اون در واقع به دلیل اون بازنمایی های انحرافی ناشی از نگاه اسلام هراسانه به کنار زده میشن یا به لیست سیاه افزوده میشن. من فکر میکنم این مسئله اسلام هراسی هم یکی از اون نکاتی هست که شاید خوب باشه بهش پرداخته بشه. من ندیدم خیلی جایی راجع به این رابطه اسلام هراسی با ماجرای یهود ستیزی مثلا بحث شده باشه. این نکته بود که فکر کردم شاید مهم باشه بهش اشاره بشه و در یه جورایی در ارتباط با مسئله همین هم ایجاد همدلی هم هست. یعنی متاسفانه یکی از بنبست‌های فعلی که بسیاری از اساتید دانشگاه نه فقط در آمریکا، در اروپا هم همینطور، در انگلستان هم همینطور باهاش روبرو هستن اینه که شما اصلا چطور میتونی از این دوگانه یهود ستیزی اسلام هراسی خارج بشی و به فلسطین و اسرائیل به عنوان یک مسئله انسانی نگاه بکنی، یا همون حرفی که جودیت باتلر در مقدمه کتاب زندگی پرمخاطرش میگه، اینکه بعد از فاجعه 11 سپتامبر باتلر توی مقدمه اون کتاب میگه که آمریکا به جای اینکه بیاد خودش رو به عنوان یکی از
اعضای جامعه جهانی جایگاه خودش رو مجددا باز تعریف بکنه و بازبینی بکنه و اصلاح بکنه، به جای اون اومد به سرویلنس و به در واقع اون کنترل و امنیتی سازی فضا و بعد اون وار آن ترور یا جنگ با تروریسم دامن زد و این باعث شد که نه تنها به عنوان عضو برابر از جامعه جهانی جایگاه خودش رو بازسازی نکنه، بلکه تبدیل بشه مجددا به یکی از اعضایی که خودش رو در موقعیت خاص و یونیکی قرار میده و انتظار داره که همه باهاش به عنوان اون عضو منحصر به فرد برخورد بکنن. ما دقیقا این وضعیت رو الان در مورد اسرائیل داریم. یعنی اسرائیل به جای اینکه دولت اسرائیل به جای اینکه بعد از حمله 7 اکتبر بیاد آسیب شناسی بکنه یا جایگاه خودش رو بازبینی بکنه و باز تعریف بکنه در رابطه با مردم فلسطین، و بگه که چرا این اتفاق افتاد، یعنی درد مردم فلسطین، رنج مردم فلسطین در تحت اشغال نظامی رو جزئی از درد و رنجی ببینه که تحمیل شد بر اون 1300 نفر 1200 نفری که از شهروندان اسرائیل که وحشیانه قتل عام شدند. این دوتا رو وقتی با هم مرتبط نبینه دقیقا همون اتفاقی میفته که باتلر نقد میکنه بعد از ماجرای 11 سپتامبر در آمریکا، که شما به جای اینکه قربانیان فاجعه 11 سپتامبر رو بیای سرنوشتشون رو متصل ببینی با سرنوشت کسانی که به دلیل حالا به هر دلیلی فکر کردن که به حاشیه رانده شدن یا مجرم انگاشته شدن یا متهم انگاشته شدن، سرنوشت ها رو در هم پیچیده ببینی، اینها رو تفکیک کردن و به جاش به جرم انگاری و اتهام زنی و وار آن ترور یا جنگ با تروریسم رو آوردن که هنوز هم ادامه داره. من فکر می‌کنم این کاری که شاید رسانه ها میتونن انجام بدن اینه که این سرنوشت ها رو به هم نزدیک بکنن، گرچه که همونطور که گفتم این یه بنبسته که متاسفانه الان بسیاری از نهادهای دانشگاهی باهاش مواجه شدن، چون اصلا صحبت کردن از این سرپیچیدگی در هم تنیدگی رنج تقریبا غیر ممکن شده. و واقعیتش اینه که خیلی صادقانه بخوام بهتون بگم و این حرف منم فقط نیست، بحثی که در محافل دانشگاهی بسیار الان مطرحه، اینکه ما چطور میتونیم از این بنبست تاریخی بیایم بیرون و در واقع این گفتمان‌های غالب و که ابررسانه‌ها هم خیلی دارن درش نقش بازی میکنن رو بشکنیم. من شخصا پاسخی ندارم جز این که همین تلاش کنیم، صرفا از این فرصت‌ها استفاده بکنیم برای اینکه حداقل یک باب کوچکی گشوده بشه در بحث. خیلی ممنون فاطمه جان. دیگه کم کم به آخرهای زمان برنامه داریم نزدیک میشیم. بحثم ماشاءالله بحث خیلی دامنه دار و چند شاخه‌ایه و میتونیم دو سه جلسه همین بحث همبستگی رو حتی ادامه بدیم. منتها دیگه برای جمع‌بندی هر کدوم از عزیزان، از نگین به ترتیب سبا، نینا و فاطمه در انتها، اگر نکته نهایی، نقدی، نظری، چیزی برای جمع‌بندی دارید بشنویم. من فاطمه که داشت حرف میزد یه جمله هست ما دوستانه هی با هم تکرار میکنیم، فکر میکنم با فاطمه هم نشستیم این حرف رو زدیم، اینکه واقعیت اینه که علم ارتباطات یه ضعف خیلی گنده داره، یه باگ گنده داره، و اونه که نراتیو های آسون و همه فهم توش راحت کار کرد. یعنی وظیفت اینه که همه چیز رو به یک لقمه خیلی خوب و قابل هضم تبدیل کنی، و متاسفانه دنیا داره به سمت پیچیدگی میره که غیر ممکنه که بشه دیگه با اون زبان ساده راجع به مفاهیمی که داریم و دنیایی که در زندگی میکنیم صحبت کرد. الان ما در کل دنیا در موقعیت بحرانی قرار داره که لازم علم ارتباطات تغییر کنه، نگاه ما به علم، این علم و کامیونیکیشن و ارتباطات به قدری تغییر کنه که بتونیم اون مفاهیم پیچیده‌ای که در زندگی میکنیم رو بیان کنیم و انقدر راحت نشه گروه هایی که میتونن. ما از دوران ترامپ دیدیم، آیزای برلین یه جمله خیلی قشنگی داره در این مورد، واقعیت اینه که تا زمانی که ما این سیمپلیفایزیشن این ماجرا اتفاق میفته و این ساده انگارانه کردن اتفاقات
اصل در علم ارتباطات راه برون رفت ازش به این سادگی ها پیدا نمیشه. سبا جان. من با یه یاد و مثال از دستگاهاران میخوام تموم کنم بحث خودم و حداقل، به خاطر اینکه دستگاهاران همیشه به عنوان مثال عینی از شکستن همه روایت‌های آسون میدونم، علارغم پذیرفتن بعض، یعنی علارغم قهرمان نساختن از ملت بلوچ، دستگاهاران خیلی کمک کرد که ما بشناسیم اون آدم هایی رو که غایب بودن، نامرئی بودن، انتزاعی بودن و هیچ همدلی باشون نداشتیم در نتیجه همه اینها. اما الان موقعیتمون طوری تغییر کرده که با کار یک گروه پژوهشگر بدون نام هم اونها رو بهتر میشناسیم، هم میدونیم اتفاقا که مثلا فکر نمی کنیم که بلوچستان چه جامعه‌ایه که توش نه مردسالاری هست، نه جنایت هست، نه خشم هست، همه اینها رو می دونیم که هست، اما با همه اینهاست که باهاش همدلی می کنیم و این از روی شناخت مستقیم و روایتی میاد و دانشی میاد که به شکل مستقیم ساخته شده. من اینو هم توی شکل پژوهش، هم توی شکل کار خبررسانی یک جور سلسله مراتب زدایی از روایت میدونم و استعمار زدایی از روایتگری و فکر میکنم که رسانه‌های کوچیک‌تر دارن این کار میکنن، گروه‌های مستقل کوچیک دارن این کار میکنن و پیوند برقرار کردن بین اینها شاید یک کمی پیچیده باشه یا دشوار باشه، اما نهایتاً اینا چیزاییه که وجود داره و خیلی روشن میکنه موقعیت ما رو نسبت به فهمی که وقتی مقایسه کنیم، فهمی که 5 سال پیش از بلوچستان داشتیم با فهمی که بعد از قیام ژینا داریم. و اصلا معجزه‌ای که من فکر میکنم بعد از قیام ژینا اتفاق افتاده همین توان همدلی کردن و توان تخیل کردن ملت‌های دیگه، نیازهاشون، ناراحتیهاشون، مشکلات درونیشون و مبارزاتشون. فکر میکنم اینو اگه برگردونیم یه کوچولو به بحثی که درباره دانشگاه‌ها کردیم، چیزی که من دارم کم کم بهش میرسم اینه که همون مغشویی که ما باهاش از کودکی مواجه بودیم توی مدرسه‌ها در جمهوری اسلامی، همون مغشویی برای کودکان اسرائیلی هم اتفاق میفته، برای کودکان فلسطینی هم اتفاق میفته. ولی این و هیچ کدومشون هم صرفاً شکل مذهبی یا صرفاً شکل ملی ندارن، هر کدومشون یه شکلن، شکلهای خیلی متنوعی دارن، ولی مسئله همینه، مسئله سر انتزاعی کردن آدمهای دیگه است، به شکلی که خیلی از اسرائیلی هایی که الان کم کم دارن به خودشون میان و میبینن که اصلا زندگیشون زندگی ستمگرانهی بوده نسبت به یک سری آدم دیگه که هیچ وقت نمیدیدنشون، به خاطر روایت‌های مستقیمیه که خبرنگارای فلسطینی بدون واسطه دارن منتشر میکنن، علارغم سانسور خبری زیادی که براشون وجود داره، علارغم کشتاری که وجود داره و سرکوبی که وجود داره. فکر میکنم شاید این روایت‌های مستقیم رو برجسته کردن خودش یه راه نسبتاً سهلی باشه، ولی اینکه چطوری میشه به این روایت ها یکم کمک کرد یا گسترده ترشون کرد سوالیه که شاید باقی بمونه تا ببینیم که چجوری میشه یکم از این شکل از ارتباطات واقعا و از این شکل از کار رسانه‌ای فاصله گرفت و گوش کرد بیشتر، به جای اینکه در بالای یک سلسله مراتبی قرار گرفت که آگاهی سازی یا آگاهی رسانی و اطلاع رسانی دست یک عده معدودی باشه. مرسی نینا جان. منم با نگین و سبا موافقم، من در همین راستا که روایت ها مهمه، گفتگو مهمه، تعامل مهمه و در سایه ایناست که اعتماد شکل میگیره برای دو طرف به معنای آدم هایی که در اونجا زندگی میکنن و همه آدم های دنیایی که درگیر این مسئلن و دنبال یک راه صلح طلبانه و عادلانه هستن. فکر میکنم دانشگاه اینجا نقش مهمی داره به معنای همونطوری که
فاطمه اشاره کرد به معنای تولید دانش. اعتراض ها فکر میکنم اگر کمی دقیق تر شاید بشه گفت، دقیق تر از یک سری المان ها چیز استفاده کنن تو اعتراض ها شاید بتونه تاثیر بهتری بذاره، در حالی که در دنیایی که میگم رسانه ها و اقتصاد سیاسی رسانه ها داره همه چیز رو میخوره و داره حقیقت رو میبلعه، فقط میشه به اون روایت های کوچیک و امکان تعامل و تریبون دادن به آدم های حقیقی که دارن در یک جای زندگی میکنن دل بست و امیدوار بود که اینجوری از این بنبست بیان بیرون. مرسی. مرسی از تو فاطمه جان. من فقط یه نکته کلی رو بگم که البته فکر کنم همه بهش اشاره کردن و اون این بود که و البته خود رادیو زمانه هم به عنوان یکی از رسانه‌های فعال توی این مدت روی این نکته تاکید داشته، مقالات زیادی رو ترجمه کرده. من فکر کنم ترجمه خیلی ابزار مهمیه توی این شرایط، به طور خاص صداهایی که منعکس میشن از طریق ترجمه. مثلا بسیاری از دانشگاهیانی که خودشون اسرائیلی یهودی هستند و متخصصان نسل‌کشی و هولوکاست هستند درباره اینکه چه این اتفاقی که در غزه داره میفته رو ریخت شناسی کردن و به نتیجه رسیدن که اتفاقی که داره میفته نسل‌کشی است. اینا به نظرم مهمه، این که صداهای مختلفی رو بهشون در واقع این امکان رو بدیم که شنیده بشن از کانال ترجمه. نکته دیگه ای هم که بهش اشاره شد، من فکر میکنم باز جا داره که تاکید بشه روش، اینه که اصولا اون چیزی که بعد از خیزش زن زندگی آزادی اتفاق افتاد همین مسئله در هم پیچیدگی رنج یا در هم تنیدگی رنج و در واقع این تلاش برای رسیدن به یک ایران سکولار دموکرات بود و برای اولین بار خیلی از ماها با نقد خودمون مواجه شدیم به طور جدی و کمبودها و کاستیهایی رو دیدیم که ناشی از مرکز نشینی بود یا ناشی از شهرهای بزرگ نشینی بود و به نظرم این اتفاق توی این جنگ غزه هم داره اتفاق میفته به شکل دیگری و من فکر میکنم شاید پیوند بین این دوتا گفتمان خیلی کمک بکنه به روشنگری برای مردم ایران که متاسفانه در چنگال جمهوری اسلامی از یک طرف و از طرف دیگه هم اسیر این در واقع باز تولید همون روایت‌های دو قطبی هستن که از رسانه‌های اپوزیسیون بهشون میرسه. من فکر می‌کنم رسانه‌های کوچیک‌تر میتونن نقش خیلی مهم ایفا بکنن در پیوند بین این گفتمان‌های مبارزه. مثلا یک بحث خیلی مهمی که الان در نهادهای دانشگاهی و همینطور در حلقه‌های فمینیستی، مثلا در بعضی حلقه‌ها البته نه همه حلقه‌های فمینیستی در غرب مطرح هست، همینه که چرا فلسطین یک مسئله فمینیستیه. مثلا ما چطور میتونیم به فلسطین به عنوان یک مسئله فمینیستی نگاه بکنیم؟ و همینطور آسیب شناسی هایی که ازش حرف زدیم. مثلا من موافقم واقعا با اینکه این قبضه کردن اعتراضات دانشجویی با استفاده ابزاری از اسلام میتونه در نهایت در بلند مدت میتونه ضربه بزنه به این جریان دانشجویی، شاید اینا نکاتی باشه که باز کردنش در رسانه های کوچک امکان پذیر باشه و توجه کردن به و در واقع گفتگو رو شاید فراتر بردن از سطح گفتگوهایی که حالا بین خودمون انجام میدیم که خیلی بسیار بسیار هم مهمه. یعنی فرصت غنیمتیه واقعا برای اینکه ما خودمون گفتگو بکنیم با همدیگه و حالا به زبان فارسی. شاید اگر پنل های مشابهی باشه برای صحبت کردن با مثلا فمینیست های فلسطینی و اینها رو بشه ترجمه کرد یا ترجمه همزمان کرد یا به صورت مثلا کپشن گذاشت که مخاطب بتونه مثلا به ترجمه رو بخونه، من فکر می‌کنم این گفتگوها خیلی مهمن، چون متاسفانه چیزی که ما الان شاهدش هستیم در این جنگ مثل همه جنگ‌های دیگه، حالا چون این جنگ الان داره اتفاق می‌افته، در جنگ اوکراین هم همینه ماجرا،
این مسئله هایپر ماسکولینیتی یا در واقع این چجوری میشه ترجمهش کرد، این مردانگی بیش از حد یا فراتر از حد نیاز، که این گفتمان در واقع مقاومت اسلامی هم خیلی اتفاقا باهاش ارتباط نزدیکی داره و متاسفانه صدای فمینیستا این وسط گم میشه و برای همین توضیح دادن یا واکاوی مسئله فلسطین به عنوان یک مسئله که درش حق مثلا زنان یا کودکان مطرحه خیلی خیلی سخت میشه. من فکر می‌کنم کاری که شاید جاش خیلی خالیه الان در رسانه‌های فارسی برقراری این امکان گفتگو با کسانیه که لزوما فارسی زبان نیستن ولی از طریق خرده رسانه‌ها میتونن به مردم ایران وصل بشن. این شاید نکته‌ایه که فکر می‌کنم مهمه. همین دیگه. مرسی. خیلی ممنون، مرسی از هر چهار میهمان عزیز، فاطمه شمس، نگین شیراغایی، سبا معمار و نینا وباب. مرسی از وقتی که در اختیار زمانه گذاشتید این برنامه رو، و همچنین مرسی از بیننده های محترم، بیننده ها و شنونده های عزیز. این برنامه رو از وبسایت، اینستاگرام، یوتیوب و نسخه صوتیش رو از ساندکلاد زمانه میتونید مشاهده کنید و بشنوید. روز و شب خوبی داشته باشید.